در باز کن. اینجا چی کار داری؟ چرا منو تعقیب میکنی؟ تو هنوز از آرش دست نکشیدی؟ این قاتل برات مهم نیست؟ به شما ربطی نداره رونا، آرش آدم کشته، حکمش اعدامه. خودتو بی خود علافش نکن، به درد تو نمیخوره. بی خودم دنبال وکیل و کمک کردن بهش نباش. من خودم میدونم دارم چی کار میکنم. اون زندگیش نابود شده، فراموشش کن. من آرش رو ول نمیکنم. از ماشین من بریم بیرون. از ماشین من بریم بیرون. نکنه میخوای باش فرار کنی؟ خیلی خوب نگاه کن، اگه با من عروسی نکنی این کیف و تحویل آگاهی میدم. الو، چطوری بهزاد؟ تو چی کار کردی؟ پوله جوره؟ از کم کم آماده شو که بریم کارخونه مبل نظری رو معامله کنیم. آره، باشه، در تماسیم. قربونت، خدافظ. شروع کن دیگه. بسم الله. دیگه جرأت ندارم برم خونه. چرا؟ گفتم که بهت، یارو مرتضی دوباره سر کلش پیدا شده، رفته سراغ شادی، فهمیده ما با هم یه نسبتی داریم. اون که دیگه کیف دستش نیست. باشه، به نظرم هر کاری ازش برمیاد. آدرس خونمونو بلده، یه بار قاسم آورده رسونده اونجا. قاسمه کنم تا حالا فهمیده آدرس و علکی بهش دادم. آرش، با این کارات داری پیره مرد رو دق مرگش میکنی ها؟ الان پیش خودش هزار تا فکر میکنه. خب چی کار باید بکنم ساله؟ خب چی کار باید بکنم که من نمیدونم چی کار باید بکنم، ولی این کار اصلا درست نیست. نه به اون همه کمک کردنه، نه به این همه آزار دادنه. خدا رو خوش نمیاد آرش؟ روزت رو واکن رو. بسم الله. Thank you.
تو کی هستی؟ چرا اسم و فامیل و آدرس تو به من دروغ گفتی؟ من خیلی وقتا میخواستم بهتون بگم کیم، ولی نتونستم، ترسیدم. خب حالا بگو، گوش میکنم. چجوری بگم؟ من با قصد و نیت اومدم سمت شما. اون روز اولی که دیدمتون تو بیمارستان فهمیدم که آدم تنهایی هستین، کسی رو نداری. من اون کسی نیستم که شما فکر میکنی. من سابقه دارم، برای همین آدرس خونم و علکی دادم. نمیخواستم که شما سابقه مو بفهمید. وایستا، برگرد. حالا تو چشمای من نگاه کن. بشین. چشم. تو میخواستی با من چه کار کنی؟ میخواستی خونم رو خالی کنی؟ و چرا نکردی؟ تو این مدت کلی وقت داشتی برای این کار. من میخواستم این کار بکنم، ولی چی؟ ولی هرچی بیشتر با تو آشنا شدم، بیشتر از نیت خودم شرمنده شدم. یعنی اون حرفا که من جای پدرت هستم و پدرت کشته شده و من میتونم جاشو، اینا همه دروغ بود؟ دروغ نبود، نه. یعنی تو تمام این مدت من به یه آدم سابقه دار و خطرناک اعتماد کرده، تو خونم راش دادم و نشون داشت سر سفره؟ باورم نمیشه. باور کنین یا نکنین، حقیقت همینه. به تو نمیاد، اصلا باورم نمیشه. یه وقتایی یه اتفاقایی تو زندگی میفته که آدم تبدیل میشه به کسی که حتی فکرش هم نمیکرد. شما به من خیلی لطف داشتید، من شرمندتونم. امیدوارم که زودتر دخترتون برگردن و دیگه تنها نباشید. من باید برم. این چیه؟ این کادو برای شماست، گرفتم که لباس سیاهتون رو در بیاری. مواظب خودت باش. تو هم
جانم مامان جان. سلام. نه امشب کارم طول میکشه مامان. نمیام. نه شام خوردم ممنون مامان جان. خداحافظ. سلام ماما. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه نگفتم تا وقت دادگاه نمیخوام ببینمت؟ خونه رو گذاشتم واسه فروش. علکی میگی؟ به جان خودت که خیلی برام عزیزی. چی شد؟ از قاضی و دادگاه ترسیدی ها؟ از دادگاه که خوشم نمیاد، به خصوص وقتی شاکیش مادرم بشه. ببخشیدا، اونقدر نمک نشناس نیستم بخوام با شما وارد دعوا بشم که. فعلا که شدی. خب خودتون صبر و تحمل نداشتی. من از اولش هم گفتم کارم را بیفته سهم بچه ها رو میدادم. چی حالا کارت را افتاده؟ آره. فقط شما باید یه تماس با پدر مادر رونا بگیری، یه قرار بذاری بریم خونش. اصلا حرفشو نزن، من این کار نمی کنم. بله رو ازش گرفتم ماما. از رونا؟ آره. مطمئنی؟ نرم دوباره اونجا سنگ روی یخ بشم. مطمئنم که خونه رو گذاشتم واسه فروش. شما فقط این کاری که میگم انجام بدید. بذار حالا فکرام بکنم. فکر کردن نداره. همین الان من شمارهشو میگیرم، شما باشون صحبت کنید دیگه. مگه نمیخواین زودتر سهم بچه‌ها رو بدم؟ ببین اگه قبول نکردن تو در هر حال باید خونه رو بفروشی. قول میدم. بفرم. بگی ببینم. بله. الو سلام فرید خانم. سلام هما خانم. حالتون خوبه؟ ممنون. من شرمندم دوباره مزاحمتون میشم. ببخشید. میخواستم باز در مورد کامیار و رونا باهاتون صحبت کنم. ما که همه حرفا رو زدیم دیگه، حرفی نمونده. ببینید هما خانم، من که بهتون گفتم دخترم یکی دیگر رو دوست داره. اشتباه به عرضتون رسوندن. رونا اگه نظرش عوض شه اولین کسی که خبردار میشه منم. نمیدونم بله. بعد با خودش حرف بزنم. گرچه که شرط اول نظر پدرش. باشه با آقای نظری هم صحبت کنید. خیلی محبت میکنید. من بازم مزاحمتون میشم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا. خونه رو باید بفروشی ها. قول دادم دیگه. حالتون خوب آقای نظری؟ خوبم ممنونم. بهتر نبوده کم بیشتر استراحت میکردین؟ آقا رامینم خیلی نگرانتون بودن. نه دیگه خسته شدم تو خونه. الان خوبم. چه خبر؟ اوضاع خوبه. چند تا سفارش جدیدم گرفتیم. خوب خوب. ببخشید. بابا شما می‌خواستین بیاین ببینیم، میگفتین با هم میومدین. یهو تصمیم گرفتم. میدونی پوسیدم تو خونه. خبرای خوب شنیدم. آره خدا رو شکر بدک نیست. هنوز رکوده ولی خب بهتر شده. خب حالا که همچین روبرا شد تو دیگه نمیخواد بیا اینجا، برو به شرکت خودت برس. خب اون کارا که اصلا رو غلطکه. ندام خوشش اومده میاد سر کار. خوب همشه. یعنی انقدر وارد شده که از پس کارا برمیاد. حالا کارهایی که بهش سپردیم و درست انجام میده. مهم اینه که داره به من اعتماد میکنه. این متلک بود. متلک چی؟ نه برای اینکه همیشه تو از من شاکی بودی که بهت اعتماد نداشتم. حالا خب ما یه بار زمین خوردیم، شما هم بابای ما بودی، حق داشت. نمیدونم ولی من این کارو حتما باید میکردم بابا. برای پدری که فقط یه پسر داره بابا، سالها زحمت کشیده تا کارگاه و فروشگاهش رو به اینجا برسونه، سخت دستنا بمونه. من دلم میخواست بعد از من تو اینجا رو بگردونی، ولی خب
تو هم باید بری دنبال کاری که به بهش علاقه داری. انشالله سایتون بالا سر ما باشه. انشالله خیالتون راحت. من اینجا تنهاتون نمیذارم. زنده باش. مامان جان. الو. سلام فریده. نه فروشگاه. آره رامینم اینجاست. خانم کریمی. بله. آره که بابا اومده من این دو ساعت میرم بیرون. آه یه چیزی. اگه برگشتم که چی؟ اگه برنگشتم یه آقایی میاد به نام محمدی. تهیه کننده تلویزیونه. میخواد واسه برنامهش از ما موب برداره. از اون کار جدیدا بهش نشون بده. همین کار جدیدا. چند هفته پیش فروختیم خب؟ هم رنگمندیش خوبه هم جدید و ایناست. ببین مدلا رو که انتخاب کردن رنگای پارچه رو هم بهشون نشون بده. حتما. من خیالم راحت باشه. حتما خیالت راحت. دستشون رو در نکن. باشه باشه. نه نگرانم. خدافظ. چی شد بابا؟ مادر کامیار زنگ زده به مادرت. میخوان بیان برای رونا صحبت کنم. این پسر چقدر پرروه. چرا ولکن ماجرا نیست؟ کامیار که گفته با رونا صحبت کرده، رونا مخالفتی نکرده. اصلا غیر ممکنه. امکان نداره که نظر رونا عوض شده باشه. اصلا رونا نمیذاره ما در مورد کامیار حرف بزنیم. والا من که سردر نمیارم. حالا واقعا میتونه با وسیله بیاد بیرون؟ اتهامش ثابت نشده. سند و مدرک کافی هم که ندارن. نمیتونن یه نفر رو همینجوری بی دلیل نگه دارن اون تو. خب وقتی دلیل ندارن برای چی سند میخوان تا آزادش کنن؟ خب برای اینکه نمیتونن ریسک کنن. ممکنه بعدن یه مدرکی پیدا کنن و دوباره بخوان دستگیرش کنن. به سند خونه کجا بیارن؟ باید جور کنی خانم. وگرنه فعلا اون تو میمونه. با من کاری نداریم؟ ممنونم. خدا نگهدار. سلام. خب شما شما از سامان خبر داری؟ نه والا رفتم زندان یه بار ملاقاتش کنم اجازه ندادم. من هم رفتم ملاقات نذاشتم. بودم فقط فامیل درجه یک. من خود فامیل درجه یکش کجا بود؟ من برش وکیل گرفتم. با وکیلش صحبت کردم. میگه که با توجه به پروندهش اگه قاضی پرونده اجازه بده با وثیقه میشه آوردش بیرون. راستش واسه همین اومدم پیش شما. چون خونه که خودش داره ارزشی نداره. قاضی قبول نمیکنه. والا شاید خانم من که خودم اصلا مستاجرم. از خودم خونه ندارم. فقط این مغازه است که اینم سدونگ با داداشم شریک. خب میشه با برادرتون صحبت کنین. شاید راضی شدن. باشه یه زنگ بهش میزنم. الو سلام. چطوری داداش؟ خوبی؟ خسته نباشی. چه خبر؟ داداش یکی از رفقای من الان افتاده زندان. بعد قاضی پروندهش گفته که اگر وثیقه بذارن میتونه آزاد شه. بعد گفتم بابت سند مغازه اگر تو راضی هستی، چون باید رضایت داشته باشی که امضا کنی، سدونگ ببریم اونجا بذاریم. خب من میشناسم اشاره. خیلی خوب. باشه اگر نه قبول نداری که هیچ. من نمیخوام تو رو درواسی بزنم. راست میگی نمیشناسیش. قربونت. سلام برسون. خداحافظ. چی شد؟ رضایت نمیده. میگه تو امیر رو میشناسی. من که نمیشناسمش. چی کار کنی؟ نمیدونم. سلام.
سلام. سلام. الان تو اومدی من باید پاشم؟ نه. بشین. جات خوبه. میگم ندا. این مامورا کی میان برای توقیف انبار؟ بیمزه. مگه تو چاره دیگه گذاشته بودی برای من؟ راست میگی. حالا که فکر میکنم میبینم حق داشت. منم اگه جای تو بودم میترسیدم. خودم مطمئن نبودم چی میشه. ولی خدا رو شکر خوب پیش رفت. خدا رو شکر. راستی رامین، من شکایت مهریه رو پس گرفتم. امروز صبح اول وقت رفتم پسش گرفتم. پس اون ساعت تومن رو بذاریم تو کار دیگه، پول لازمه. دوست نکن خودتو. ولی از شوخی گذشته، رامین بیا کم کم فکر خونه باشیم. بابا با همین پول کمی که ما داریم هم میتونیم یه جای کوچیکو بگیریم، مستقل شیم، از این وضعیت در بیاییم. من واقعا دوست دارم بریم سر خونه زندگی خودمون. ما دیگه کم کم باید فکر بچه باشیم. به امید خدا. سلام. سلام. من قدم خوب نیست، میرم خونه. اونو چی بلایی داری سر خودت میگی؟ آخه ببین چه روزی افتادی؟ میخوای چند وقت نیای دفتر؟ اینجا بیشتر با هم میریزی. نه چیزی نیست. مامان باهات حرف زده؟ جریان چیه؟ مامان کامیار زنگ زده میخوام بیان صحبت کنم. عجب روحی دارن اینا. رونا وایس، من خودم میرسونمت. خودم میرم. نه میرسونم. کار دارم، خونه نمیرم. آخه تو با این حالت کجا میخوای بری؟ رونا. رونا. وایس، من میبرمت دیگه. میخوام تنها باشم. گفت خودم میرم. واسه چی دوباره رفتی باجگیری؟ کدوم باجگیری؟ خودتو نزن به اون رو. من اصلا سراغ آرش نرفتم، اگه منظورتونه. خود آرش میگه رفتی سراغش. من رفتم سراغ کسی که فکر میکنم آرش رو میشناسه. کی؟ همین دختری که تو ماهی سر کار میکنه. از کجا میدونی هم دیگر رو میشناسن؟ حدس میزنم. ببین چه بشناسه چه نشناسه، به تو هیچ ربطی نداره. پرونده ی این موضوع برای من و تو بسته شده. من به چیزی که میخواستم دارم میرسم، تو هم به خونت رسید. درسته؟ چه مرگت دیگه تمام. شما صاحب اون عکسی که تو کیف بود و میشناختی که ازم گرفتیش، اونقدر هم برات مهم بود که خونه منو برگردوندی. من میخوام بدونم اونی که پژمانو کشته کیه. همین. به تو هیچ ربطی نداره. چشم من نگاه کن، ما راجع به این موضوع با هم دیگه هیچ کاری دیگه نداریم. متوجه شدی؟ من میخوام بدونم اون دو تا چه رابطه‌ای با هم دارن. همین. شما فقط سرت به کار خودت باشه. خوش اومدی. راستی شنیدم خونت میخوای بفروشی. واقعا میخوای بفروشیش؟ شما مشتری؟ نه بابا، ولی اگه مشتری خوب پیدا کنم پورسانتشو میگیرم. حیفه اون خونه نمیفروشی؟ خوش اومد. خدا حافظ. شادی سلام، سامانم. سامان خوبی؟ چطور گذاشت از زنگ بزنی؟ این وکیله اجازه گرفت، گفت به دنبال وثیقه ای. آره ببخشید، واقعا به زحمت افتاده. چی میگی تو؟ بعد هر چیزو تر بیارمت بیرون، جای تو اونجا نیست. فعلا که هست. شما کجا میخواین سند جور کنین؟ رفتم سراغ مجید ببینم میتونه کمکمون کنه. بابا اون بنده خدا مستاجره، مغازه‌ام شریکه با یکی. آره بهم گفت،
حالا تو ناامید نشو، من دنبالشم. از کجا؟ اصلا کی میاد اعتماد کنه برای یه متهم فقط سند بذاره؟ بالاخره خدا بزرگه. من سعی میکنم خانوادم رو راضی کنم. خود تو درد سر میندازی. چاره دیگه ای داری؟ حالا از خودت بگو چی کار میکنی؟ لحظه شماری. تو زندان کاری نمیشه کرد. یه جوری خودتو سرگرم کن، کتاب بخون، ورزش کن. نمیتونم، نمیتونم. میخوام خلاصشم از این مصیبتی که توش گرفتار شدم. درست میشه، مطمئن باش. شادی دلم برات خیلی تنگ شده. منم همینطور. کاش هیچ کدوم این اتفاقو نیفتاده بود. الو شادی؟ سفارش های آقای فاضلی هم آماده است. خب ببر تحویلش بده. سلام. سلام شادی خانم، احوال شما؟ سلام. آرش هست؟ بله پایینه، بفرمایید. جای دیگه ای ندارم برم، مجبورم همینجا تو چاپخونه بمونم. خاطر همین نگرانی ها نمیخواستم بفهمی دیگه. من برم فعلا بهت زنگ میزنم. باشه بهش فکر میکنم. خداحافظ. آخه برای چی بودن شدی اومدی اینجا شادی؟ اگه این مردی که مرتضی تعقیبت کرده باشه چی؟ اصلا من شرکت نرفتم امروز، از صبح دنبال کارهای سامانم. حالا مامان چطوره؟ خوبه. تو تا کی میخوای اینجا بمونی؟ نمیدونم. سامان کارش به کجا کشیده؟ وکیلی که براش گرفتیم درخواست آزادی موقت داده، قاضی هم قبول کرده. خب این خیلی خوبه، خدا رو شکر. پس چرا تو خوشحال نیستی؟ سند خونه سامان رو قبول نمی کنن. سراغ دوستش هم رفتم ولی اونم کاری از دستش بر نمیاد. خب سند خونه خودمون که هست، که اصلا گروه بانکه. بعدش هم اصلا بعید میدونم مامان قبول کنه. تو کارت هم هنوز یکم پول هست. با رونا هم صحبت میکنم کمکت کنه سند خونه رو از گروه بانک در بیاره. با مامانم حرف میزنم راضیش میکنم. خیالت راحت بشه. پس میای خونه؟ نه بهش تلفن میزن. مامان خیلی دلتنگه تارش. نه هم همینطور دلم برش تنگ شد، ولی نمیتونم بیام، خطرناکه. سلام آقا قاسم، مرتضی هم براتون آش آوردن. چقدر بهش اعتماد دارید؟ همه شک دارم. چرا؟ فکر میکنم یه ارتباطی بین اون و خانم جوامردی هست. چه ارتباطی؟ نمیدونم، ولی فکر میکنم همدیگر رو میشناسن. اینو از کجا فهمیدی؟ اون دو سه باری که با شما آمد ما این سر حس کردم. بعد از افطار کاری داری؟ نه آقا، خب منو برسونی جایی. چاش حتما. اصلا حرفشم نزد. مامان جان یه لحظه گوش کن. گوش نمی کنم. تو به اندازه کافی برای سامان وقت و انرژی گذاشتی.
بس کن دیگه. آخه این آدم کیه توه؟ سامان بیگناهه، من مطمئنم. چجوری دلتون میاد آدم بیگناه تو زندان باشه؟ من سند خونه رو نمیدم که براش ببری. از این به بعدم اجازه نمیدم هیچ کاری براش بکن. بله؟ من قاسم شریفیم. بله بفرمایید. آقا قاسم بود؟ من نمیدونم این موقع شب برای چی اومده. نمیخواستم این وقت شب مزاحمتون بشم. دیگه ناچار شدم. خیر انشالله. خدای نکرده اتفاقی افتاده؟ دخترتون باید بگه. نمیخوای حرف بزنی؟ در مورد چی؟ جریان چیه؟ آدرسی که این پسرک داده بود الکی بود. کدوم پسر؟ دخترتون میدونه راجبه کی حرف میزنم. اینطور نیست؟ چرا ساکتی شدی؟ چی میگن آقای شریفی؟ بعد از مرگ پژمان پسرکی به کمک من اومد، عصای دستم شد، کارامو انجام میداد و حسابی به دادم رسید. ولی تازگی ها فهمیدم که یه چیزی رو از من پنهان میکنه. خب الان چی شده؟ چرا اومدین سراغ شادی؟ چند روز پیش که اومدم خونه شما تو حیات یه موتور دیدم که شبیه موتور آرش بود. آرش؟ بله اسم پسریه که راجبش دارم براتون حرف میزنم. میشناسینش؟ والا من یه پسر دارم که اسمش آرشه، ولی فکر نمی کنم اون کسی باشه که شما راجع بهش حرف می زنین. یعنی غیر ممکنه. خب اگه یه عکس از پسرتون به من نشون بدید معلوم میشه. شایدم من اشتباه میکنم. شادی معطل چی هستی؟ پشت برو یکی از عکسای آرشو بیار. پشت دیگه مادر، برو یه دونه از عکسای آرشو بیار. ببخشید من الان خدمتتون هستم. چرا نگفت که برادر توه؟ چرا خودت حرف نزدی؟ شما دوتا چیو میخواستید از من پنهان کنید؟ هیچی. دروغ میگی. شادی مامان جریان چیه؟ آرش وقتی فهمید که آقا پژمان درگیر شده افتاده تو بیمارستان خیلی ناراحت شد. بعدش به من گفتش که اگه تو رقم مزایده رو نمی گفتی این اتفاقا نمی افتاد. من بعدش که فهمید آقا پژمان رفته تو کما و شما دست تنهایین خواست بهتون کمک کنه. خب چرا خودش معرفی نکرد؟ ترسید شما بفهمین آشناست کمکش رو قبول نکنین. گفت فکر کنین غریب است بهتره. اش بگو خودش بیاد ببینمش.
حسین آقا من نمیدونم واقعا چیکار کنم. بذار تو یه فرصت مناسب من خودم بهش میگم. باشه. خوب شد اومدی بابا. بیا بشین میخوام با حرف بزنم. میدونم چی میخواییم بگی. زنگ بزنیم بهش. به کی زنگ بزنیم مادر؟ مادر کامیار. بگیم بیان. مامان جون هنوزم نمیخواید با هم حرف بزنی؟ خب من که همه چیو بهتون گفتم. خب آرش بهم گفته بود به شما چیزی نگیم که شما استرس اذیتتون نکنه. من یک کلمه از حرفاتو باور نکردم. بس کنین این دروغ گفتن رو. فکر نکنم قاسمم باور کرده باشه. شما فکر کردین با کی طرفین؟ من که به شما گفتم میخواسته که ازش مراقبت کنه. اون روز یادته تو آشپزخونه نشسته بودی گریه میکردی؟ آرش رسید کبودی پای چشمتو دید یه دفعه به هم ریخت. گفت میرم دفتر ولی دروغ گفت. از اون روز به هم ریخته و عصبی. غذا نمیخوره. شبا دیر میاد خونه. دفتر نمیره. الکی گفت بنفشه دست گذاشته روی کارم. منم پول دادم بهش. الانم الکی میگه من رونا رو نمیخوام. دو شب خونه نیومده. رفته به پیرمرد کمک کنه؟ اون وقت اینجوری همه چیزو پنهون کنه؟ حتی نگه که کیه؟ برای چی پنهون کاری کنه؟ آرش بهت گفت وثیقه بذار سامانو در بیار؟ برای اینکه آرش میدونه که سامان پژمانو نکشته. وای خدایا چیکار کی بذارم شده؟ چیکار کنم ای خدا؟ ای خدا چیکار کنم؟ بدبخت شدم. شادی من باور نمی کنم چطوری آرش این کارو کرد. مامان جون عمدی که نبوده. دعواشون شده هلش شده. فکر نمی کرده اینجوری بشه. وای شادی بدبخت شدم. خدایا کمکم کن. مامانم همه چی فهمید. من حس خوبی نسبت به این ماجرا ندارم. همین که دیگه به آرش فکر نمی کنه من خیلی خوشحالم. چرا با آرش به هم زدی؟ چی شد که یهو نظرت راجع به آرش عوض شد؟ شما میخواین قاتل برادر منو خیلی راحت آزاد کنی؟ تو دیگه نباید بمونی اینجا. باید بری. من برم دیگه راه برگشتی ندارم. یه چیزی هست که این خواهر برادر از من پنهان. دروغ و دغل بس خستم کرد. تو چیکار کردی آرش؟ توی تاریکی شب آه در جریان بود.